إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. پیام قرآن برای پیروانشان این هستند که شما قبیله قبیله الله جل جلاله شما را پیدا کرده، قوم قوم شما را الله جل جلاله پیدا کرده، زبان زبان شما را الله جل جلاله پیدا کرده. مگم آگاه باشین ای بندگان من که قوم برای من بهتریت نیست، زبان برای من بهتر نیست، رنگ برای من بهتر نیست، برای من که چیزی که افضل است ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و مسلمانان در این آیات ها برای اتفاق و اتحاد دعوت میکنه که از همه کده زیافتر مردم افغانستان در شرایط کنونی با وحدت و با اتفاق نیاز دارن. ان شاء الله العزیز ما مطمئن هستیم که اتفاق و هماهنگی علما و همت دوستا، مقتدیا، جوانا، نوجوانا، از مرد و زن باشه، ما هیچ گاه نمی توانیم، کشور ما انشاءالله و هیچ کس نمی توانه که کشور ما را به طرف خرابی ببره، مردم ما را به طرف خرابی ببره، مردم ما را به طرف نفرت یکی دیگه ببره. بنان به هیچ کس نمی توانه و هیچ کشور نمی توانه. ما باز از شما تشکری میکنیم. شما میتونین انشاءالله که در این ساحه که دوستای کششتا دکاندارا هم هستن، این جوانایی که در اینجا نشستا از یا احوال چون در این دوستای کششتا در اینجا هم پشتون هستن، هم تاجک هستن، هم هزارا هستن، هم سنی هست و هم شیعه هستن، از تمام اقوام. در مسجد ما چون در فقه جعفری یک اصول است برای نماز جمعه که ساحه قید است، باز در این ساحه که دوستایی که مربوط به فقه جعفری هستند که در این ساحه نماز جمعه خوانده نمیشه و جایی که هستند دور هستند، در این جمعه لله الحمد، یعنی برای ما یک افتخار بزرگ هستند که در این ساحه ما با همت و با شجاعت مردم و علما ای چیز نیستن که تو سنی هستی تو شیعه هستی، ای گپ نیستن. و برای آینده هم کوشش میکنیم انشاءالله العزیز که خوبتر شوه. یک وقت در نماز جمعه جناب آقای مولوی صاحب بارکزی در اینجا بنده آمده بودم، در محضرشان بودم که اثرات و فواید استعاذه را بیان میکرد. خیلی جالب بود، واقعا اولین بار از ایشان شنیدم اون فوایدی که ایشان بیان کردن، خیلی برایم زیبا و جالب تمام شد. اولا از تلویزیون تمدن تشکر میکنم که اینجا تشریف آوردن و در محضر مردم قرار گرفتن. بنده چند تا نمونه ای در رابطه با مسئله وحدت اسلامی و اخوت اسلامی عرض میکنم. دیدیم و برداشت ما این است که در کشورهای اسلامی به اندازه افغانستان دیگر کشورها وحدت اسلامی و اخوت اسلامی را بیشتر مراد نکردن. در افغانستان بیشتر اخوت اسلامی، برادری، همدیگر پذیری بیشترن. یک سفر رفتم، ما داشته بودم در مکه معظمه عربستان سعودی، در سوریه، در عراق و در پاکستان. من تا که آمدم در افغانستان با بعضی دوستان صحبت کردیم که بهترین اخوت و همپذیری در افغانستان است. افغانستان ما خودم یک فرد شیعه هستم، گفتم اگر بایست در فرهنگی ما باشم مدرسه برای اهل سنت بوسه میکنم، موج میکنم. در اینجا تعصب نبوده. کس سوال میکنه که نبوده چرا حالا شده؟ ولی تعصب بر ما تحمیل کردن، از خارج مرزها آمدن، ولی در افغانستان نبودن. در سال اول انقلاب صحبت میکنم، وقتی مجاهدین از دره میدان طرفی وردگ می رفتن، خانما از پشت مجاهدین آب می انداختن، آب علامت روشنایی، زنهای اهل سنت از پشت مجاهدین آب می انداختن، دعا می کردن. به این حد اخوت و برادری و همدیگر پذیری بودن خیلی. و ثانیاً ما در قبول تقریبا 22 سال می شکنجا آمدیم، در اینجا محرم مشترک بوده،
در سالایی که اوج انتحاری بود در امی چارخلای وزیرآباد، در حدود 37 مسجد ما در عاشورا چیزی مشترک داشتیم. مثلا شبانه گزمه مشترک داشتیم. آقای بارگزای صاحب خودش با کمال مردانگی کمر همت بسته میکردن، شبه ها از قلعه موسا تا تایمنی، از تایمنی الا تا کابل به اصلا چنداوله شب میگشتن پیره در سر مسجد ها که مسجد ها منظم باشه و انتحاری نتوانه انتحار کنه. شب در دهی عاشورا تا 14 تا 13 عاشورا منظم و پیره داشتیم در تمام مساجد. و از کسانی که پرچمدار اخوت بودن آقای برزای صاحب بودن، آقای احسانی صاحب بودن. و در مراسم مذهبی در امی مسجدی که حالا ما حرف میزنیم اینجا به اسم مراسم سده رجب گرفتیم، و سده رجب یکی از کسانی که اینجا سخنران بودن خودی بنده بودن. اینجا ما سده رجب تولدی مولا علی اینجا گرفتیم. و در میلاد مولود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما یک جا مشترک داشتیم. اینجا سخنران مشترک بودن با انتخاب هم، با تفاهم هم اینجا جلسه داشتیم. در مسجد یادگار مشترک جلسه داشتیم. و زمانی که تا زمانی که حیات داشتن مولوی که در مسجد وزیر اکبر خان است که بر رحمت خدا رفتن، و در جلسه ما شرکت میکردن. علمای از کمپانی آمده بودن، اونا اینجا سخنانی کردن. ما در سطح کابل حتی ارتباط با غرب کابل طرف مثلا مشهور به نام دشتی برچی برقرار کردیم. از اونجا علما می آمد، از کمپانی می آمد، ما می رفتیم. و خیلی اخوت اسلامی در اینجا به شکل واقعیش مستحکم بود. از روزی که در اینجا آمدیم به همکاری امی مقتدیای ما خداوند متعال در دنیا و آخرت از پیششان راضی شوه، این مسجد الحمدلله دو منزله جور شد، خانه یک جای دیگه جور شد، مدرسه ای که در عقب چی داریم برای فعلا ابداونیم صد شاگرد از اوناس داریم که سنی، شیعه، پشتون، تاجک، کل اقوام افغانستان در اینجا درس میخوانه. و 40 نفر استاد از سنی و شیعه، تنها از یک مذهب منی، تنها از یک قوم منی، از تمام اقوام و از هر دو مذهب لله الحمد درس میخوانه که با اینمی اتفاق و اتحاد ما تانستیم در این ساحه لله الحمد که کسی برای فعلا ای که تو پشتون هستی، تو هزاره هستی. امیالیم که دو بزرگواره ایری سفیده نا وقت آمدن اینجا فاتحه بودن، چون اینجا که در هر قوم و در هر مذهب مرده میشه و دیگرها میره، نمیگن که پشتون است ولا ای هزاره است، او سنی است، ای شیعه است. ای گپ در اینجا خلاص شد الحمدلله. در فاتحه یکی دیگه، در جنازه یکی دیگه، در خوشحالی یکی دیگه، چون ای افتخار علما بودن. تنها افتخار امام نبوده، سعی امام نبوده، ای که ما تصمیم داشتیم، اراده داشتیم، خداوند متعال ما را موفق ساختن بناهن ای همکاری و تعاون از دوستا و بزرگوارا بودن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن
حتی آقای بارگزای محترم به حد مسائل دقیق محترمانه رفتار میکنه که اگر جلسه برگزار میشود مشترکان تنهایی برگزار نمیکنه. دعاوی در این مجلس چندین بار دعاوی که برگزار شده، اگر دعوا از هر دو طرف است، مثلا مدعی از هر دو طرف هستن، حتما از مقوله های شیعه هم طلب میکنه و از تسنن هم هر دو مشترکان فیصله میکنه. اینها از یکی از نمونه های اخوت اسلامی است و ایلی میتوانه که تنها خودش فیصله کنه، اما نه، به خاطر که احترام تنگاتنگ و علاقه تنگاتنگ و ارتباط بسیار خوب برقرار این کار نمیکنه، لذا طلب میکنه، گزارش میده که جلسه دعوی مشترک است، از هر دو فقه عالم شرکت کنه و این معامله رو مشترکان فیصله کنه تا ای که در بین مردم اخوت، هماهنگی و علاقه مردم بیشتر جلب شود. اخوت یعنی این که تمام پیروان مذاهب اسلامی بتوانند به صورت رسمی و آزادانه مطابق فقه خیش رفتار نمایند، که در اینجا نمونه عملی و زیبایی از اخوت و برادری را می‌بینید. اینجا کسی به خاطر مردم میان، مراجعین میان، به خاطر حل دعواهای حقوقی و مدنی که دارن، اختلافات به خاطر خب دعواهای به اصطلاح قرضدار هستن، اتفاقا با هم دعوا میکنن، بعضی دعواهای دیگر هست اینجا میان به خاطر نزد شیخ ها و مولای صاحب ها به خاطر حل مشکلات و دعواهای مدنی ایشان اینجا آمدن، اینجا جمع شدن. شما اینجا شاهد بودین که قضیه هایی که مربوط قضیه های حقوقی که مربوط به فقه حنفی میشد، علمای به حساب از احناف اینجا حضور دارن، و قضایایی که مربوط به فقه جعفری میشد و علمای از اهل تشیع را داریم، مطابق به حساب نظریات فقه جعفری فیصله میشه. برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله. بسیار زیاد خوش آمدید، خیر مقدم بگم آمدن شما دوستان ایجا که راجع به اخوات برادری و اسلامی در ایجا جمع شده. سپاسگزار هستیم از شما. خداوند شما علمای بزرگ کم نکنه، خصوصا مجلس بارکتای. قبلا خاطرات ما از مسجد، این مسجد چون از این مسجد هستم، از این علاقه هستم. قبلا پیش از مروی صاحب بارکزه یک مروی صاحب دیگه بود به نام جان محمد مصطفی، خداوند الله غریق رحمت کردن، گفتن فوت کرده شو عالم بود، پیشش نمیگیم دیگه، خداوند میفهمه که چی معاصفه میکنه. روز که آمده بود در بین ما بسیار نفاق انداخته بود، حتی در بین برادرها ده خانه یکی دفاع میکرد، یکی خانه یکی دفاع میکرد. بالاخره روز ما بسیار کردش در بس میگیم برش میگیم رئیس ما دوی برایجه یک برادر امرای لایل تشیع و تسنن نیست، یک برادر هستیم، یک وجود هستیم، ما دختر دادیم، دختر گرفتیم از این مردم، شما در بین ما چه نفاق میپرتین؟ نه میگفتم اینجا. خب بالاخره میگفت سنگر ما شما جنای برای مرال حالا تشویق رو چی سنگر داریم، ما جنگ نیست، اینجا کدوم مسائل نیست، ما خو یک برادروار زندگی کردیم، در اینجا یک عمر زندگی کردیم، یک پال شو بتار. خلاصه غیبتش نشه ولا ماش مسجد هستیم، نفاق زیاد در بین نقطه بود. اما لله الحمد در روزی که مارس مبارک زای عادت تعریف کردن ده به کار اولس و کل منطقه بر کلگی معلوم است، یک اتفاق اتحاد بین مردم، بین اهل تسنن تشیع آورد. خداوند اجر نصیبش کنه. با آمدن از یه مسجد ما قبلا خرد بود، این شروع کرد مجلس دوستاشتن گفت این مجلس بخیر آباد کنیم، ما گفتیم مجلس پیسه نداریم، گفت بیا توکل به الله شما شروع کنیم، انشاءالله خداوند بزرگ است. ما همی تقریب شروع کردیم، چون ما متولی مجلس بودم، باز مصارف مجلس پیش ما بود، 16 افغانی داشتیم، 16 افغانی پیسه تا مرد کار نمیشد. مجلس زمین گفت شروع توکل به الله، شروع کنیم باور کنه که هیچ نفهمیم مسجد چه قسم آباد شد. این از روز اگه اخلاص یک بماری سر داشتیم، یک روز صداقت که بود، خدای پاک این مردم های میمدن کتابشیش به شما هست، که کس میمدن بیاده اگه سلط خرید تصمیت نمیارم، کسی می خشم نمیارم، کسی هنگه همه قسم بدرت وقت پیشنهاد کردیم که در مسجد آباد میشه شما کمک کنه. خب کمک نکرد، لله الحمد از برکت مروس برادرشان رئیس صاحب حنفی نام داشت که در اینجا کلمه کمکاری میکنه، شاگردار دست میدادن، مجا رفتن اینجا
دیگه الله پاک اگه اتفاق اتحاد نصیب کنه خدا تعالی تمام علما را واقعی را اولای ما واقعی که دعوت وطن ما حسن الله پاک اشون کمک کنه خدا من عجش نظیف شان بکنه انشاءالله اگه اتفاق اتحاد در بین ما بیایه. یک دو برادرها که با ملیت هزاره بودن با همراه یک دیگه معامله داشتن، معامله دار بودن، باز این معامله چون تبعیض که آدم قرضدار باشه یک وقت می داشته باشه یک وقت نمی داشته باشه، باز یک قرضدار یک از یک قوم دیگه می شناختن. این برادر در حوزه شش بندی بودن، 12 روز در قضیه حقوقی بندی بود، پشت ما آمدن اینجا که مورس تو به همراه ما برو، ما هیچ نمیشناختیم. اونجا که رفتم گفت ضمانت سر قبول نداره، پدر و برادرش ضمانت سر شمیه کردن، گفت ضمانت پول کار داره، ما که هیچ نمیشناختیم. مگر می که از دید وجدان فیصله بود، ما کاغذ گرفتیم 33,000 دلار، 6,00,000 افغانی از یک برادر هزاره ما شدیم که هیچ نمیشناختیم، هیچ ندیده بودیم، صرف میخواستیم که در این کشور این فرهنگ از بین بره و که پشتون است، این تاجک است، این هزاره است، این ازبک است، این احمد است، این محمود است. بنده میخواهم یک یاد کنم از یک خاطره ای که خیلی برای ما جالب تمام شد و اون هم به ابتکار سرور گرامی ما جناب مولوی صاحب بارکزی بود. ظاهرا ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا ایام فاطمیه و ایام سوگواری اون بیبی بود که ایشان ابتکار کردن سمینار تحت عنوان فاطمه زهرا الگوی جهان اسلام دایر کردن به همین مدرسه ای که ایشان اینجا اشاره فرمودن که خواهران همه اقوام و مذاهب هم شیعه و سنی و تمام اقوام افغانستان در اینجا صحیح من درس میخوانن زیر یک چتر در اینجا برگزار شده بود. بنده با تعداد از علما اینجا آمده بودیم محضر جناب آقای بارکزی و خواهران خوب ما اونجا صحبت میکرد از فضایل و کمالات حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها تبیین میکردن. اونا خیلی برای ما واقعا جالب تمام شد. از جمله صحبت های خردمندانه جناب آقای بارکزی خیلی صحبت های جالب و زیبایی در اونجا تقدیم کردن و اینها به عنوان نمونه های هستن که ما اخوت اسلامی را در کنار هم بودیم و انشاءالله مسیر است که باید برای استحکام اخوت اسلامی همچون مسائل بین مردم ما نهاده نشود. این جلسه ای که به نام نامی بی بی فاطمه زهرا برادر بزرگوار ما برگزار کرده، اول نشانه چیست؟ نشانه اخوت که در این مکان مقدس همه شمول هزاره، افغان، تاجیک، پنشیری، همه اهل تشیع، اهل تسنن اینجا وجود دارند. ما افتخار میکنیم، همه ما یک دل هستیم، یک پارچه هستیم. مجلس فاطمه زهرا نماینگر اخوت و برادری است. مجلس فاطمه زهرا به ما چی نشان میده؟ که با ما همدست هستیم، همدل هستیم، اما هنگ هستیم که به جای بسیار قله‌های بلند وقتی که اما هنگ بودیم خود را ما میرسانیم. قال الله عز و جل یا ملائکتی، خطاب به ملائکه هاش میکند، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اینی ما خلقت السماء مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسه الذین هم تحت الحساب. یعنی من آسمان، من پروردگار آسمان و زمین را خلق نکردم و اون چی که شما در روی این زمین مشاهده می کنید، یعنی تمام موجودات را خلق نکردم مگر به محبت هؤلاء الخمسه الذین هم تحت الحساب. اینجا جبرئیل سوال می کند پروردگارا اینایی که تحت کسا هست اینا کیه؟
قال جبرائیل یا ربی و من تحت الکسا، اینایی که زیر کسا هست کیه؟ خدا جواب میدهد، قال الله عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله. بعد صریح بیان میکند هم فاطمه و ابوها و بعدها و بنوها. اینجا ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها را محور قرار میدهد و خودش ما اونایی که در ادبیات عرب وارد هستیم که همه شما دانش آموز هستین و محصل هستیم، معرف باید اجلای از معرف باشد. اینجا ببینید وقتی که خداوند به معرفی میگیرد میفرماید هم فاطمه و ابوها، اینایی که زیر کسا هست فاطمه است، پدر فاطمه است و بعدها شوهر فاطمه است و فرزندان فاطمه. پروردگار متعال کسانی که اتفاق و اتحاد و وحدت مسلمانان را در هم میزنه اول برایشان هدایت بکنه، اگر قابل هدایت نیست یا الله به قهر و غضبت گرفتار بگردان. همه ما را، کشور ما را، مردم ما را، شهر ما را الله به لطف و کرمت از شرشان نجات بده. یا الله اتفاق و اتحاد و خی نصیب همه ما بگردان. خالق متعالی وضعیت بد اقتصادی که امروز ملت ما، شهر ما، کشور ما دوچارشان است به لطف و کرمت نجات بده. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحاب اجمعین.